سیزدهمین روز مرداد ماه برابر با چهار روم اوت سال 1254 خورشیدی برابر با 1875 میلادی در گذشت هانس کریستین اندرسون نویسنده کتاب کودکان. هانس کریستین اندرسون نویسنده دانمارکی کتاب کودکان که در خانواده فقیر دیده به جهان گشود به دلیل از دست دادن پدرش در ابتدای کودکی سختی های زیادی را متحمل شد. اندرسون از همان کودکی قیافه زشت داشت و به همین دلیل مورد تمسخر همسن و سالانش قرار می گرفت. وی از مدرسه بیزار بود و با همان سواد کمی که داشت کتاب های زیادی مطالعه کرد و می خواست که تراژدی نویس شود. اندرسون در 14 سالگی راهی کوپنهاگ پایتخت دانمارک شد و با زحمت زیاد به بازیگری در تئاتر سلطنتی پرداخت، اما چون در آنجا او را بسیار با استعداد یافتند به ترقی او همت گماشتند و مقدمات تحصیل او را فراهم آوردند. وی دروس دبیرستان و دانشگاه را به زودی به پایان رساند و سپس به نگارش کتاب و داستان روی آورد، اما چون موفقیتی کسب نکرد تصمیم گرفت رمان‌هایی برای کودکان بنویسد. این امر با استقبال وسیع همگان مواجه شد و شهرتی جهانی برای اندرسون برمغان آورد. سال 1293 خورشیدی برابر با 1914 میلادی حمله ارتش آلمان نازی به بلژیک و اعلان جنگ انگلستان به آلمان. از آنجایی که فرانس فردیناند ولیعهد اتریش و همسرش توسط یک دانشجوی سرب در جریان سفر آن دو به شهر سراییوو ترور شده و به قتل رسیدند، دولت اتریش خواستار دخالت مستقیم در بازجویی و سایر مراحل پرونده این قتل شد و دولت سربستان که از توطئه قتل ولیعهد اتریش اطلاع نداشت متهم به شرکت در این توطئه شد. دولت اتریش ضمن آمادگی برای یک تهاجم نظامی به سربستان التیماتوم شدید و لحنی به این کشور داد و سربستان هم برای جلوگیری از وقوع جنگ قسمت اعظم شرایطی را که اتریش در التیماتوم خود عنوان کرده بود پذیرفت، ولی اتریش که قصد تصرف سربستان و دفع خطر نهضت‌های اسلاف‌های جنوبی را داشت پاسخ سربستان را قانع کننده تشخیص نداد. به همین بهانه اتریش یک ماه بعد از ترور ولیعهد و 5 روز پس از التیماتوم به سربستان حمله کرد و با حمایت آلمان و حمله ارتش آلمان به بلژیک جنگ جهانی اول رسما آغاز گردید. سال 1294 خورشیدی برابر با 1915 میلادی تشکیل پلیس جنوب. با گسترش شعله‌های جنگ جهانی اول، دولت‌های روس و انگلیس که نفوذ آلمان‌ها را در ایران برخلاف منافع خود می‌دیدند، در قراردادی محرمانه منطقه بی‌طرف ایران را میان خود تقسیم و توافق کردند برای حفظ منافع خود در ایران قشونی تشکیل بدهند. از این رو روس‌ها نیروی قزاق را به استعداد 11000 نفر با فرماندهی خود ایجاد کردند و دولت انگلستان قوایی در جنوب کشور به نام پلیس جنوب تشکیل داد. افسران انگلیسی در رأس پلیس جنوب و افراد داوطلب هندی و ایرانی سربازان آن را تشکیل می‌دادند.